یه ویدیو ببینید. اینجا مسیر سنندج دیوان دره است و راننده یه ماشین سنگین محترمی که سخت کوشانه داره کار میکنه. از کجا میای؟ از کذابه. ما از پشت نگاه میکردیم، داشتیم میرفتیم سقز، وضعیت لاستیکات خیلی ناجوره. میدونم، منم خودم میبینم. خب چرا نمیخری، نمیگیری؟ بون ندارم، چجوری بخرم آخه؟ جفتی چنده؟ میگم دفته که 17 میلیون، یکی میگه 15 میلیون. چقدر درآمد داری؟ دوونیم کرایه گرفتم، 15 روزم الله. چند تا بچه داری؟ 5 تا. اینم وضعیت لاستیکاش. واقعا میشه با این رانندگی کرد؟ اینم این یکی لاستیکش. طرف تقریبا رانندش هم همین وضعیت رو داره. اگه نگاه بکنید، نگاه کنید، این لاستیکشه دیگه. ببینید داره با جون خودش بازی میده. ببین اون یکی هم 4 تا لاستیکه. خب چیکار باید کرد به نظر شما؟ خب میگن دیگه بذارم کنار دیگه. قیمت لاستیک تو همین چند ماه گذشته از نزدیک 2 میلیون 1.5 میلیون حتی کمتر شده 16 میلیون اگه بدن. از 31 شهریور 2 هفته از راننده های کامیون اعتصاب کردن. استانهای خراسان رضوی شمالی، هرمزگان، فارس، لرستان، کرمان، اصفهان، قزوین، قم، تهران و غیره. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه مشترک حمایت خود را از اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون اعلام کردند. یه تیکه از بیانیه‌شون رو میخونم براتون. نوشتن برغم اینکه دولت در اعتصاب‌های پیشین که از یک سال گذشته آغاز شده است وعده داده بود که خواسته های کامیونداران را محقق میکند، اما در عمل فقط کرایه بار به میزان ناچیز افزایش یافت که با توجه به سقوط شدید ارزش پول ملی و گران شدن شدید مایحتاج زندگی، همچنین گران شدن چند برابری لاستیک و لوازم یدکی، معیشت آنان بهبود نیافته و خواسته های آنان تأمین نشده است. این تشکل های صنفی کارگران و فعالان صنفی معلمان و بازنشستگان تو همین بیانیه مشترک ایتیکش رو براتون خوندم، خواستن که برخورد پلیسی امنیتی با اعتراضات صنفی راننده های کامیون متوقف بشه و بازداشتی ها مخصوصا که حدود 180 نفر هستند آزاد بشن. اتحادیه های کارگری و رانندگان حمل و نقل در آمریکا و کانادا و ITF فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هم به دولت جمهوری اسلامی اعتراض کردند و برخورد قضایی و پلیسی با اعتصاب راننده های کامیون در ایران رو محکوم کردند، خواستن راننده های زندانی فوری آزاد بشن. فدراسیون جهانی حمل و نقل 140 کشور عضوشن و نزدیک 20 میلیون کارگر صنعت حمل و نقل رو در واقع نمایندگی میکنه. اینا نامه نوشتن به جمهوری اسلامی که این بساط خلاصه باید جمع بشه. گزارش هایی که از اعتصاب راننده های کامیون میرسه انصافا دارین میبینین، نشون میده که جمهوری اسلامی هرچه سرکوب رو ادامه بده، هرچه بیتوجهی رو ادامه بده به خواسته های مردم، حمایت های داخلی و بین المللی از راننده ها بیشتر میشه و طبیعتا اعتصاب و اعتراض راننده ها هم که تو 4 ماه گذشته این 3 بار اعتصاب میکنن جوندارتر میشه، طبیعیه. این بار اعتصاب از 31 شهریور شروع شد. 10/7/97 پایانه تهران، اکبرآباد. فقط خاور و اتاقدار میبینید پایانه. تعداد کمی اونم خاور و اتاقدار فقط. هم برای اونایی که میخوان روحیه بقیه رو خراب کنن بگن تریلیا دارن کار میکنن. این خاور، همه این خاورایی که توی این تصویر میبینی به اندازه یه تریلی نمیتونه بار بزنه. 11/7/97
پایانه، شاپور، امیرکبیر، اصفهان، اعلان بار تعطیل، اعتصاب ادامه داره. دوستان این گاراژ سوگند همدانه، ده نوه ده هفته 97. اکثرا خاموشن و رفتن خانه هاشون. گاراژ سوگند همدان، سه چهار دهنه گاراژ، الان او یکی دهنه ها را میگیرم. امروز ده هفته 97. یه عده بابار خوابیدن و یه عده خالی و یه عده هم کردن اسب خالی. بفرما، این هم اعتصاب بچه‌های همدانه. گاراژ سوگند، همه جور ماشینی اینجا میاد، تانک، کپی، کمپرسی. نفتکش اعتصاب کامیوندارای دستور، همه خواب. پایانه مبارکه ده هفته 97. در اعتصاب کامل اینم پارکینگ شماره ده پایانه مبارکه. بیام به اعتصاب پیوست. تا این لحظه اعتصاب ادامه داره. دو نمونه ببینین. بازه هفته 97 درب گندمی بندرعباس، خلوت خلوت، ماشین نیست، بچه راننده همه اعتصابند. کنارگذر عراق به جزی تانکر افغانی هیچ خبری نیست. امروز 12 دیرم ساعت اعتصاب پابرجه برادران، اعتصاب راننده هایی که 8شون گرون 9شونه، هیچ چی ندارن، نه پس اندازی، نه بیمه بازنشستگی درست حسابی، همیشه بدهکارن. اعتصاب اینجور آدم ها یعنی دیگه به طور مطلق امکان کار کردن ندارن، وگرنه کیه که داره خرج خونش رو درست در میاره یه دفعه بگه نمیرم سر کار. راننده های کامیون با این بعض ماشینا و لاستیک و کرایه بار دیگه نمیتونن ادامه بدن با این قیمتا. خواسته هاشون رو مشخص از زبان یک راننده قدیمی بشنویم. اول خواسته شون وضعیت کرایه هاست. این کرایه نیست. اولا که کل بار بنادر رو، یعنی اسکله ها رو یا ماشینای دولتی میبرن، اما سپاه و ارتش و وزارت بازرگانی و راه آهن و قطار و تا این ارگان ها هستن که به ما شخصی ها بار نمیدن هستن. حالا آنچه که تهموندش در طول یک ماه یک سرویس من میتونم نهایت الا خیلی زرنگ باشم، خیلی دست بادار بتونم دو سرویس بدم. حالا این دو سرویس
نمونه، حق بیمه‌مون کم شه. یکمیش سنوات خدمتی به ما بدن، چهارمیش این که این خدمت ما رو بکنن 20 سال ما رو جز سخت زیان‌آور کارمون حساب بکنن. ما دومی شغل سخت جهان بعد از معدنداری هستیم. اگه من راننده آقای پلات دولت باشم که پیش حقوقی داشته باشم، اتوماتیک بار کار من سخت زیان‌آوره. حالا راننده دولت کارش چیه؟ مثلا من راننده ترلی اداره برقم، در طول ماه سال هفته یه بار رو میگن آقا 4 تا تیر برق ورد و بذار روی ترلی ببر یه جوابش اینا رو خالی کنه باشه بیاد. این شده کل کار من. منم میرم دو روز اسیرش میکنم تو بیابون که هم حق بیابونی بهم بدن، هم حق ماموریت بگیرم، هم ساعت اضافه کار بگیرم، مثلا 120 ساعت اضافه کارم بگیرم در ماه. بعدم به من میگن چون اون پیش خیلی علنی میگن چون اون پیش حقوقی داره کار سخت جنابره. من نامه ای نوشتم به رئیس تامین اجتماعی قم، گفتم آقای محترم پیش حقوقی مبنای سختی کاره. اگر راننده شما یه سری تومن اومد بندر دیگه برگشت جایزه داره. مبنای سختی کار من اینه. راننده های دولت بهترین رانندگی دارن میکنن، ماهی دو روز کار میکنن، 28 روز میخوابن. این همه رپایات دفترچه کاروبار سنوات خدمتی بعد از خدمت 20 میلیون بهشون میدن. من بدبخت هیچی ندارم، تعطیلات ندارم. اگه یه روز من شب صاحب باشی شوپر میگیره، کسی پشتیبانی از من نمی کنه. وزارت کار که معروف شده به وزارت بیکاری باید توضیح بده که اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی چرا اجرا نمیشه، چرا تبعیض هست در همین زمینه، چرا راننده تانکر دولتی مزایا داره راننده غیر دولتی نداره، چرا راننده دولتی حقوق ثابته چند برابر درآمد راننده غیر دولتی الان دیگه داره، اونم با سیستم استخدامی فاسد و فامیل بازیایی که تو ادارات دولتی رایجه. آخه این چه ظلمیه به راننده های کامیون میشه؟ بعد میگین اگه حرفم بزنن میگیریم میبندیم میکشیم. تقدیمی این هفته به کامیونداران و راننده های اعتصابی سراسر کشور. سلام دوستان و همکاران گرامی، خدا قوت، خسته نباشید. امروزم با اجازتون دهم ده هفته 1397 پارکینگ بزرگ شیراز، ببینید چجوری ماشیناتو هم ماشینویی که چند روز پیش اینجا پارک بودن هیچ کدومشون تکون نخوردن، حتی نیومدن یکم جا به جاش کنن برای لاستیکاشون. درود به شرفتون، درود به شرف اونه ای که تو پارکینگ هن دادن کنار که به حقشون برسن. امروز الان اومدم با اجازت برای بار سومین بار ماشین رو روشن کردم و هر حال باتریو نخوابه. امیدوارم که جواب بگیریم، که میگیریم. آقایون حق گرفتنیه، کسی حق به کسی نمیده. باید حقت بگیری. خدا یارتون باشه، خدا نگهدارتون باشه. پرچم شیراز، شیرازی بالا. آقایون ایر داشته باشین، خدا یارتون.